در مسیر خوشبختی قسمت 33. بذار بعداً بهش ثابت بشه که این تصمیم برای آینده تو بهترین تصمیم بوده باشه. نگاه مردد لیا هم بین مردمک‌های لرزون چشمای مانی چپ و راست میشد. میدونست فایده‌ای نداره، ولی حالا اون بود که داشت برای این عجز توی نگاه مانی میسوخت. نخواست امیدو از توی چشماش بگیره. خوب میتونست بفهمه چجوری لای منگنه گیر کرده و نمیدونه چه تصمیمی درست تره، ولی حداقل اون لحظه از خودش مطمئن بود که تصمیم برگشتنش به تهران بهترین تصمیم بود، هرچقدرم که برای خیلیا دیوونگی تلقی میشد. نگاهش هنوز به مانی بود. وقتی که صورت مانی بهش نزدیک شد و غیر ارادی چشماشو بست، ولی لبایی که رد اشک روی گونهش رو به آتیش کشید چیزی نبود که برای دیدنش به چشم احتیاج داشته باشه. ضربان تند قلبش میگفت که حسش کرده و همین برای آروم گرفتن و دلخوش کردنش کافی بود. فقط ثانیه ای طول کشید از زمانی که لب مانی از صورتش جدا شد تا وقتی صدای در اتاقو که نشونه رفتنش بود شنید. با همین چشمای بسته دستشو بالا آورد و سرانگشتاش رو جای بوسه مانی که حس می کرد هنوز حرارتش از جاهای دیگر بیشتره گذاشت و لبخندی کم رنگ رو لباش نشست. هرچی که دورم کنه از خاطرت رو میکشم. من به هرچی که تو رو یادم بیاره دلخوشم. تو نگاهم میکنی و عشق ازم میباره. من یک دیوونه‌ام که دیوونگیشو دوست داره. جواب سلام متعجبانه زیور خانم رو با سر داد و گفت بابا کجاست؟ بالا تو اتاقشه. نسرین جون نیست؟ نه، رفته خونه دوستش. بی‌معطلی راه افتاد سمت پله ها. آنقدر مصمم بود از تصمیمش که پله ها رو دوتا یکی بره بالا و هرچه زودتر حرفاشو به پدرش بزنه. تو طول مسیر با یادآوری هزار باره تن لرزون لیا، حقحق و گریه‌اش و عجز و درماندگیش به قدر کافی تردید ازش دور شده بود. فقط به زمان احتیاج داشت و امیدوار بود که پدرش درکش کنه. چند تقه به در اتاق مطالعه پدرش زد و بعد از کسب اجازه از پدرش رفت تو. سعید داشت کتاب میخوند و با دیدن مانی و چهره بیقرارش عینکشو از روی چشماش برداشت و با اخم ناشی از تعجبش به پسرش خیره شد. سلام، چی شده؟ میخوام باهاتون حرف بزنم. ذهن سعید بلافاصله رفت سمت لیا. آشفتگی این روزای پسرش چه دلیل دیگه‌ای به جز لیا میتونست داشته باشه؟ از پشت میز کنار اومد و رفت سمت مانی. درباره چی؟ چرا انقدر پریشونی؟ میگم بهتون، بشینید. پدرش رو مبل نشست و مانی هم صندلی رو از پشت میز برداشت و رو به روی پدرش نشست، در حالی که از شدت ضعف اعصاب دستاشو مدام تو هم قفل میکرد و یه پاشو عصبی تکون میداد. قبل از اینکه صدای اعتراض پدرش به خاطر دست کردنش بلند شه، صریح و بی مقدمه گفت خبر دارید که لیا پیش منه؟ خیره شد به چهره پدرش. همین که تعجب نکرد جواب سوالش بود و اون لحظه تنها حدسی که زد این بود که خبرها رو از میثم گرفته، ولی حالا خودش میخواست به یه چیزایی اقرار کنه. برای کار اومده، ولی حالا که برگشته میخوام همیشه بمونه. سعید به جلو خم شد و موشکافانه به صورت مانی خیره شد. از اولم همینو میخواستی که گذاشتی آنقدر راحت بره؟ اون موقع تکلیفم با خودم، احساسم مشخص نبود. الانم یه چیزایی هنوز هست که مرددم میکنه، ولی حداقل از احساسم مطمئنم. مکسی کرد و با نیم نگاهی به چهره منتظر سعید گفت دوستش دارم بابا، میخوام مال خودم باشه. ولی سعید جا خورد از این اعتراف مانی، اما کنجکاو شد ببینه پشت اون ولی چیه. هنوز از خودم مطمئن نیستم، از اینکه بتونم خوشبختش کنم. به زمان احتیاج دارم برای اینکه خودم رو پیدا کنم. دلم نمیخواد تا وقتی به این اطمینان نرسیدم بی خودی هوایش کنم. باید اول خودم رو باور کنم. این دختر تا کی باید اسیر این عدم اطمینان تو بشه؟ نمیدونم. الان تنها چیزی که میدونم اینه که نمیخوام از دستش بدم، نمیخوام از خونه ام بره، نمیخوام با موندنش تو اون خونه از خانوادش جدا بیفته. منظور چیه؟ مانی قضیه پدر لیا رو برای سعید تعریف کرد و با خواهش و التماس ازش خواست که بهش زنگ بزنه و مطمئنش کنه از اینکه جای لیا تو خونه مانی امنه. بهش بگه که قرار نیست اتفاقی بیفته که آینده دخترش تباه بشه. بهش بگه مانی میتونه خوشبختش کنه، فقط اگه بهش زمان بدن تا خودشو تو این زندگی پیدا کنه. سعید قبول کرد که این کار رو بکنه، ولی نمیخواست جلوی مانی باهاش حرف بزنه و مانی هم که اینو فهمید راه افتاد بره تا پدرش زودتر زنگ بزنه که سعید گفت مانی لازمه بهت بگم این دختر با دخترای قبلی که باهاشون بودی فرق میکنه. یا خودت فهمیدی؟ نه لازم نیست، خودم میدونم. لیا زمین تا آسمون با همشون فرق میکنه. اگه فرق نمیکرد حال و روز الان من این نبود. مانی این دختر پاکه، معصومه. چشمای مشکیش و معصومیتش که توشه منو یاد چشمای مارالم میندازه. خوب حواستو جمع کن، بشین و با خودت فکر کن. اگه فکر میکنی اینم یه هوس زود گذره بهش بها نده. دلم نمیخواد کوچکترین آسیبی به روح و روانش وارد بشه، اونم از طرف تو. یادت باشه که داری به پدرش اطمینان میدی، نذار این اطمینان از بین بره که دیگه هیچ جوره بر نمیگرده. نمیخوام یه روز برسیم که من جای پدر لیا وایستم و تو جای لیا. مانی به پدرش حق میداد. گذشته نچندان خوبش باعث میشد همه این فکر رو درباره‌اش بکنن، ولی پدرش خبر نداشت که مانی 2 سال از زندگی بریده بود و حالا میخواست ببینه میتونه به خاطر این دختر به زندگی برگرده یا نه. اون موقع بود که به خودش، به لیا و به این حسی که بهش داشت ایمان می آورد. منم میخوام همینا رو به خودم ثابت کنم بابا. میخوام بفهمم که این حسم عشق یا یک هوس زود گذر. میخوام آنقدری از خودم مطمئن باشم که بتونم این اطمینان رو به لیا و خانواده‌اش هم بدم. لیا از گذشته من خبر داره. اثبات اینکه حالا بعد از اون همه گند و کثافتکاری یه حس پاک و خالص نسبت به اون تو وجودمه کار آسونی نیست. فقط مراقب باش تاوان اون گذشته رو لیا پس نده. نذار پشیمون بشم از اینکه اعتمادی که به تو و احساست به لیا کردم. مانی خیره تو چشمای پدرش سری به تایید تکان داد و مصمم و قاطع گفت قول میدم. شاید حرفایی که به پدرش از احساسش به لیا زد حقیقت داشت، ولی اون لحظه تنها دغدغه ذهنیش مشکلی بود که گریبانشو گرفته بود و نمیدونست از پسش برمیاد یا نه. زمانی که از پدرش گرفت بیشتر به خاطر فهمیدن این مسئله بود، مسئله بزرگی که 2 سال گذشته زندگیشو به گند کشیده بود و حالا میخواست سعی کنه که دیگه نذاره آینده‌شم تحت تأثیر این مشکل تباه بشه. 1 هفته از این جریان گذشت و تو این 1 هفته لیا تونست به کمک مانی یکم خودشو آروم کنه. نمیدونست مانی چرا و رو چه فکری آنقدر به لیا اطمینان میداد از اینکه تصمیمش درست بوده، چون رفتارش فرق زیادی با گذشته نداشت. هنوزم همونقدر مغرور بود تو بیان احساساتش و لیا رو گاهی مردد میکرد از اینکه آیا واقعا علاقه این بین هست یا نه. ولی برخلاف اطمینانی که مانی بهش میداد، چیزی که خودش میدید بی‌محلی و جواب ندادن تلفناش توسط خانواده‌اش بود. انگار پدرش حتی از راه دور با لیندا هم اتمام حجت کرده بود که اونم جواب تلفن‌های لیا رو نمیداد. دلش هم خانواده‌اش رو میخواست، هم مانی رو. اون لحظه آنقدر از تصمیمش مطمئن بود که هیچ چیز دیگه ای نمیتونست منصرفش کنه و فقط امیدش به این بود که بعد از رو به راه شدن رابطه‌اش با مانی و حل شدن مشکلشون، وقتی با دست پر برگرد شهرش، خانواده‌اش دست رد به سینه‌اش نزنن و قبولش کنن. اون موقع میتونه سرشو با افتخار بالا بگیره و ثابت کنه که انتخابش اشتباه نبوده و مانی همون مردیه که میتونه هر دختری رو خوشبخت کنه. مانی هم وقتی فهمید تماس پدرش با پدر لیا تقریباً بی نتیجه بوده و طبق گفته لیا حرف خودش رو زده، به این نتیجه رسید که راهش برای رسیدن به لیا و تضمین خوشبخت کردنش پیش خانواده‌اش سخت‌تر و پرپیچ و خم‌تر شده. ولی حداقل از این مطمئن بود که به جز لیا هیچ کس دیگه ای نمیتونه این انگیزه و امید رو تو دلش ایجاد کنه که بدون فکر به سخت راه و مشکلات احتمالی سر راهشون برای رسیدن به هدفی که تو زندگیش داشت تلاش کنه. فقط باید خودشو از این تابویی که برای خودش ساخته بود نجات میداد و به این باور میرسید که عمل جراحی حتی اگر احتمالش کم باشه تنها جواب این مسئله است. باید یکم این غرور رو از خودش دور میکرد. باید باور میکرد هم علاقه خودشو هم علاقه لیا رو. تو این یک هفته لیا هر بار که یاد نبود خانواده‌اش میافتاد، خودشو با حضور مانی آروم میکرد. شب و روزش شده بود دعا برای اینکه دلش اشتباه نکرده باشه و تا اینجای کار با تغییرات جزئی رفتار مانی حس میکرد داره نتیجه خوبی میگیره. هرچند هنوز کلکلای گاه و بیگاهشون سر جاش بود، ولی لیا به وجود علاقه ایمان داشت و امیدوار بود که با همین قدرت عشقشون خانواده‌اش هم راضی شوند. تو این مدت تو شرکت حسابی با زیر و بم کار آشنا شده بود و خودشو با شرایط وفق داده بود. کارایی که بهش می سپردن و دقیق و منظم انجام می داد تا کسی فکر نکنه به خاطر پارتی بازی مانی اونجا استخدام شده و لیاقتشو نداره. تقریبا همه از کارش و رفتارش راضی بودن به جز وحید که همچنان با کینه و دشمنی باهاش برخورد می کرد. لیا هم تصمیم گرفت کاری به کارش نداشته باشه تا خودش کم کم دیدش رو عوض کنه. مکالمه‌شون محدود میشد به یه سلام و خسته نباشید از طرف لیا و تکان دادن سر از طرف وحید و گاهی اوقات سفارش برای انجام یک سری کار. وحید هم حتی چند بار سعی کرده بود به بهانه‌های مختلف مانی رو راضی کنه تا یک منشی جدید و با تجربه تر بیارن، ولی مانی خیلی راحت گفته بود که تا وقتی خطایی از لیا تو کارش نبینم این کارو نمی کنم، که البته لیا هم اینو می دونست. برای همین هیچ آتویی دست کسی نمی داد. اون روز لیا از صبح تو شرکت درگیر بود و یه جورایی وقت سرخاروندن نداشت. سفارشاشون زیاد شده بود و در نتیجه لیا باید از صبح تا وقتی میرفت فقط جواب تلفن‌ها رو میداد و علاوه بر اون کارهای روزانه و تایپیش هم انجام بده. تازه گوشی رو گذاشته بود و برگشته بود تا ادامه تایپش رو انجام بده که تلفن دوباره زنگ خورد. نفسش رو با عصبانیت فوت کرد و گوشی رو برداشت. بله، صدای لرزون زنی که تو گوشی پیچید. شرکت آرانگستر. بله، امرتون. ببخشید، من میتونم با آقای وحید یکتایی صحبت کنم؟ آقای یکتایی الان تشریف ندارن. اگر پیغامی دارید بگید، من بهشون اطلاع میدم. نه، خودم باید باهاش صحبت کنم. خب من چیکار میتونم براتون بکنم؟ اگه میشه وقتی اومد بگید شقایق زنگ زده بود و حتما با من تماس بگیره. لیا که از لحن هراسون زن متعجب شده بود گفت اگه کارتون شخصیه میتونید با موبایل مهندس تماس بگیرید. متاسفانه جواب نمیده. شما فقط لطف کنید بگید سریع با من تماس بگیره. بله، چشم. خیلی ممنون، خداحافظ. لیا ابروهاش انداخت بالا و به فکر فرو رفت. شقایق یعنی کی بود؟ با وحید چی کار داشت که جوابشو نمیداد؟ چرا انقدر صداش میلرزید؟ یعنی زنشه؟ ولی مانی که گفت وحید زن نداره. آخه اصلا به من چه ربطی داره؟ خیلی رفتار خوبی داره، حالا فکر نازنینم و به خاطرش مشغول کنم. شونه هاشو انداخت بالا و برگشت سر کار خودش. تا ظهر یک سری از کاراشو کرد و بعد با مانی رفتن پایین تا غذا بخورن. غذاشونو که آوردن، لیا از حولش که زودتر تموم شه و برگرده سر کارش تون مشغول خوردن شد که مانی با دیدنش گفت از سومالی اومدی؟ الان یکی ببینتت فکر میکنه من تو خونه بهت گشنگی میدم. لیا با همون لقمه‌ای که گوشه لپشو باد کرده بود و چشمهای گرد شده اش گفت مگه کسی میدونه من خونه تو هم؟ حالا مثلا گفتم چرا اینقدر هولی؟ کارام مونده، باید زودتر برگردم. خدا منشی تنبل و نصیب گرگ بیابون نکنه. لیا چپ چپی نگاش کرد و گفت چشتو بگیره. یه روزی میگی انگار من هر روز کارم اینه. یه نفر آدم و این همه مسئولیت. واقعا خجالت نمیکشی؟ این حرفو میزنی؟ اصلا خیلی دلتم بخواد. ببخشید، سویل بهم گفته که منشی قبلیتون حتی تایپم بلنده بود. حالا من مسئولیت تایپ هم افتاده گردنم و دارم از زیاد بودن کارا مینالم. باید اینجوری جوابمو بدی؟ دستت درد نکنه. نگاهش که به لبخند گوشه لب مانی افتاد ساکت شد. انتظار داشت از این لحن نسبتاً تندش عصبانی بشه و یه جورایی بهش بتوپه و ساکتش کنه، ولی با آرامش کامل حرفاشو گوش میداد. دیگه خبر نداشت مانی از قصد یه جوری حرف زده بود که لیا رو بچزونه، چون این یه هفته اکثرا تو خودش بود و دیگه اون سرخوشی سابق رو نداشت و تو کلکلاشون اولین نفری بود که کوتاه می اومد و مانی اینو نمیخواست، چون بهش ثابت میکرد که همه چیز مثل قبل نیست، ولی مانی همون لیای قبلی رو میخواست. برای همین گاهی از قصد میخواست با حرفاش تحریکش کند و الانم از اینکه موفق شده بود نطقش رو باز کنه و این حرص توی چشماش رو ببینه حسابی کیفور بود. تا اومد حرفی بزنه صدای غرغر زیر لبی لیا رو شنید. مادر بزرگم راست میگفتا از خدا و رسول نقل است که آدم قد دراز کم عقل است. قدیمی ها یه چیزی میدونستن که میگفتن دیگه. قدیمی ها راجع به آدم های کوتوله پند و اندرزی ندادند. لیا که اصلا فکرشم نمی کرد مانی صداشو بشنوه خودشو نباخت. سرشو بلند کرد و جدی پرسید آدم کوتوله داری؟ دور و برت که بخوای اندرزش کنی؟ بله متاسفانه یکیش صبح تا شب جلوی چشممه. از قدیم الایام گفتن همیشه دور و بر سفید برفی 7 کوتوله بوده. نگاه پر از حرص مانی بی اختیار به سمت لیا که با بی خیالی داشت غذاشو میجوید کشیده شد. نمیدونست چرا، ولی اون لحظه واقعا دلش میخواست از روشهای منحصر به فرد خودش دهن این دختر رو ببنده تا اینجوری بلبل زبونی نکنه و خونش رو به جوش نیاره. ولی وقتی یادش میافتاد که لیای ساکت و گوشگیر چقدر غمگینش میکنه خدا رو شکر میکرد به خاطر این حاضر جوابیاش. با دیدن نگاه لیا که هی به ساعت میافتاد با کلافگی قاشق و چنگالش رو تو بشقاب هل داد و گفت اصلا من اشتباه کردم، کارهای تایپی رو سپردم به تو. اگه میدونستم اونقدر میخوای خودتو درگیر کنی هیچ وقت این کارو نمیکردم. لیا متعجب از عصبانیت یهویی مانی گفت درگیر چی؟ خب کارمه، بیکار بشینم خوبه؟ یه جوری رفتار میکنی انگار مثلا اگر کوتاهی کنی قراره اخراج بشی. بالا تو این مدت تنها چیزی که از تو فهمیدم اینه که ازت هیچ چیز بعید نیست، پس بهتره خودم پیشگیری کنم دیگه. آخه دختریه، تو فکر کردی من به این راحتی‌ها پاتو از این شرکت میبرم؟ اگه بدونی چه عشقی میکنم از اینکه کل ساعت‌های روز با همیم، یعنی اگر بدونی بازم حاضری بمونی تو خونم و شرکتم. بعد از وقت نهار لیا همچنان مشغول کارش بود که سویل با یک سری برگ جدید اومد طرفش. لیا با دیدن برگه های تو دستش وا رفت. وای سویل، خیلی کار دارم به خدا. میدونم قربونت برم، به خدا منم خیلی کار دارم، اینا همه مونده روی دستم. شوهرم منو میکشه اگه ببینه تو خونه هم کار میکنم. دیگه نمیذاره بیام شرکت. به مرگ سویل فقط همین چند تاست، قول میدم جبران کنم، قول شرف میدم. باشه بابا، قسم نخور، بذارش رو میز یه کارش میکنم دیگه، فوقش یکم دیرتر میرم. سویل پرید یه ماچ از رو پلیا گرفت و گفت الهی قربونت برم که اینقدر ماهی، درد و بلاد بخوره تو سر مهندسی یکتایی با اون منشی انتخاب کردنش. لیا خندید و گفت خیلی خوب دیگه، برو بذار منم به کارم برسم. سویل رفت و لیا حالا با سرعت بیشتری به کارش ادامه داد. یک ساعت بعد در شرکت باز شد و وحید اومد تو. لیا یه نیم نگاهی بهش انداخت و دوباره مشغول کارش شد. تو همون حال با صدای بلند گفت سلام مهندس. میدونست جوابش بازم حرکت سرشه، برای همین اصلا نگاش نکرد که وقتشو الکی بگیره. وحیدم دید که نگاش نمیکنه دیگه سرش هم تکون نداد و رفت تو اتاقش. یه ساعت به پایان ساعت کاریشون مونده بود که بالاخره کاراش تموم شد. یه نفس راحت کشید و لم داد روی صندلی و به آقا کمال گفت براش یک لیوان چای بیاره. همین جوری که داشت چای رو میخورد حواسش رفت سمت مهندس یکتایی که داشت با مهندس رادمنش صحبت میکرد. با یه نگاه دقیق تیپ و قیافش رو بررسی کرد. با اینکه دل خوشی ازش نداشت ولی نمیتونست منکر تیپ و قیافه جذابش بشه. همیشه لباسهای قشنگ و شیک میپوشید. حتی روزایی که باید میرفت سر ساختمونا ناخودآگاه داشت تو ذهنش با مانی مقایسهش میکرد. هرچند با چشم پوشی از اخلاق گندش تیپ و قیافه بدی نداره ولی خدایی مانی من یه سر و گردن همه جوره ازش بالاتره. بعدش هم همه چی که ظاهر نیست، آدم باید یکم اخلاقم داشته باشه. هرچند مانی هم بعضی اوقات نمیشه با یه من اثر خورد ولی جدیدن الهی قربونش برم خیلی بهتر شده. ولی آخه کدوم دختری حاضر میشه اخلاق گند اینو تحمل کنه؟ فقط بلده پاچی بگیره. البته خدا رو چه دیدی، شاید نامزدی چیزی داشته باشه. راستی شقایق کی بود؟ یهو عین برق زده ها از جا پرید. یادش رفته بود به وحید بگه که شقایق زنگ زده بود و کارش داشت. قلبش به ضربان افتاد و استرس تمام وجودشو گرفت. معمولا از این بهانه ها دست کسی به خصوص وحید نمیداد ولی امروز چون سرش خیلی شلوغ بود اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. اولش فکر کرد بی خیالش بشه و اصلا بهش نگه، اگه هم بعداً ازش پرسید که همچین کسی زنگ زده انکار کنه ولی خیلی زود پشیمون شد چون اصلا کار درستی نبود و ممکن بود اون شخصی که پشت تلفن اونجوری صداش میلرزید کار واجبی با وحید داشته باشه. نفس عمیقی کشید و رفتار مسلماً بد وحید و بعد از شنیدن تأخیرش به جون خرید. صحبت وحید و مهندس رادمنش تموم شده بود و داشت میرفت سمت اتاقش که لیا صداش کرد. مهندس یکتایی وایستاد و با همون اخمی که همیشه فقط مختص لیا بود چرخید سمتش. بله، شما که تو شرکت نبودید یه خانومی تماس گرفتن، گفتن اسمشون شقایقه، خواستن حتما باهاشون تماس بگیرید. وحید که هم از شنیدن اسم شقایق آشفته شده بود و هم منتظر یک اشتباه از طرف لیا بود که عدم شایستگی‌اش رو ثابت کنه، با عصبانیت گفت خانم من 2 ساعت اومدم شرکت، شما الان باید به من بگی؟ شرمنده مهندس، سرم خیلی شلوغ بود فراموش کردم. دلیل قانع کننده ای نیست. لیا تا خواست حرفی بزند وحید توپید. به اون شماره‌ای که تماس گرفته شده زنگ بزنید و وصل کنید به اتاقم اگه سرتون خلبته. اینو گفت و با حرص رفت تو اتاقش و در رو بست. لیا فقط داشت خودشو لعنت میکرد که چرا دست این موجود بددل بیرحم کینه‌ای آتو داده. بین شماره‌های دریافتی اون روز با مشقت شماره شقایق رو پیدا کرد و گرفت و قبل از اینکه کسی جواب بده وصل کرد به اتاق وحید تا خودش صحبت کنه. از دست خودش عصبانی بود ولی دیگه اتفاقی بود که افتاده و نباید فکرش رو الکی مشغول میکرد. مطمئن بود وحید به خاطر دشمنی باهاش یه خورده پیاز داغش هم زیاد کرده، ولی بازم میترسید که همین مسئله رو بهونه کنه تا پیش بقیه خرابش کنه. فقط داشت تو دلش خدا خدا میکرد که مسئله خاصی نباشه و وحید الکی با بزرگ کردن ماجرا لیا رو کوچیک نکنه. تو همین فکرها بود که در اتاق وحید باز شد و وحید با عصبانیت و قدم‌های بلند اومد وایستاد جلوی میز لیا. 2 تا دستشو به صورت عمود رو میز کوبوند و با چشمای به خون نشسته‌اش که لیا رو به وحشت انداخت خیره شد تو چشمای متعجب و هراسونش. با خشمی که صداشو درگه می‌کرد تقریباً داد زد خانم مشرقی، وقتی شما عرضه انجام یک مسئولیت ساده رو ندارید بی خود می کنید که خودتون رو یه منشی با استعداد و کاربلد می دونید. شما هنوز آنقدر بزرگ نشدید که بدونید خصومت‌های شخصی رو نباید وارد محیط کار کرد. واقعاً براتون متاسفم که در انجام وظایفتون آنقدر کوتاهی و غرض‌ورزی می کنید. پایان قسمت 33